سلام دوستان، به کانال ما در یوتیوب خوش اومدید. یادتون باشه این ویدیو رو تا آخر ببینید و ما رو سابسکرایب کنید. فرمول 5 دقیقه‌ای آرامش. منتظر آژانس روی مبل خونتون نشستید اما بدون اینکه دلیلش رو بدونید، وجودتون پر از استرس و نگرانیه. بدتر از همه قرار مهمی دارید که این حالت ممکنه روی اون تأثیر بذاره. و بدتر از همه اینها نداشتن وقته. اشتباهه اگه فکر کنید نمیتونید تو این زمان محدود کاری برای به دست آوردن آرامشتون بکنید. کافیه به یکی از پیشنهادهای ما عمل کنید تا ظرف 5 دقیقه، تنها 5 دقیقه به آرامش برسید. نفس عمیق بکشید. برای چند دقیقه کارهاتون رو رها کنید، یه جای راحت و خلوت بشینید. نوک انگشت میانی و شستتون رو به هم بچسبونید. ممکنه این توصیه کمی تکراری به نظر برسه، اما تجربه نشون داده که کاملا مؤثره. این روش یکی از روش‌های تمرکزیه که در یوگا به کار میره. خوبی این روش اینه که در هر جایی میتونید انجامش بدید، حتی در وسط غرفه سوپرمارکت. به یک سفر خیالی برید. خیلی وقت‌ها ناراحت و مضطرب هستید و ممکنه فکر کنید کاش میشد به جای این همه مشغولیت‌ها به یک مسافرت برید. طبق روش برای انجام این کارها همون 5 دقیقه کافیه. چشاتون رو ببندین و خودتون رو در دلپذیرترین جایی که به مسافرت رفتی به دوست دارید به مسافرت برید تصور کنید. تصویر ذهنی یک ساحل شنی با شنهای طلایی و گرم و موجهای آبی دریا که به کف پاهاتون میخوره و موجب احساس آرامشتون میشه. سعی کنید حتی جزئیات جایی رو که در ذهنتون به اونجا مسافرت میکنید رو هم تصور کنید. صدای موج دریا، بوی ساحل، گرمی آفتاب. کمی آهنگ گوش کنید. آهنگ‌هایی که باهاشون خاطرات خوبی دارید رو برای چنین مواقعی کنار بذارید. خیلی از آدم‌ها با آهنگ‌هایی که در جوانی گوش کردن خاطره دارن و واکنش خوبی به شنیدن اونها نشون میدن. دکتر سوزان هانسر، مسئول بخش موزیک درمانی دانشگاه بروکلی، میگه فرقی نمی‌کنه که چه آهنگی باشه، فقط آهنگی رو انتخاب کنید که به شما حس خوبی بده. برعکس حرف بزنید. وقتی خیلی عصبانی هستید یا استرس دارید، سعی کنید حروف الفا رو از آخر به اول بگید یا از صد برعکس به پایین بشمارید. تمرکز روی این کار موجب میشه که ذهنتون عامل استرس و فکر ناراحت کننده رو برای مدتی فراموش کنه. از آخر خوندن شعر یا حتی برعکس حرف زدن هم میتونه همین تأثیر رو داشته باشه. بالانس بزنید. در یک مطالعه عنوان شده که در بعضی از افراد بالانس زدن و وارونه شدن برای چند ثانیه تا چند دقیقه میتونه موجب آرامش اونها بشه. بازگشت سریع‌تر و راحت‌تر خون به داخل مغز یا کم رسیدن خون حاوی اکسیژن میتونه موجب یک جور حالت سرخوشی بشه. برعکس دیدن تصاویر و دنیای اطراف در این وضعیت هم میتونه توجه شما رو از مسائل استرس‌زا منعطف کنه. حفظ تعادل در وضعیت وارونه هم بیشتر موجب متمرکز شدن و آرامش شما میشه. از ته دل بخندید. از نظر روانشناسان این مسئله که خنده میتونه موجب آرامش بشه کاملا ثابت شده است. خنده با پایین آوردن سطح کورتیزول در خون موجب کنترل استرس میشه. در مواقع نگرانی و استرس سعی کنید از ته دل بخندید. برای خودتون لطیفه تعریف کنید. به یک خاطره بامزه فکر کنید و اگه هیچ کدوم از اینا گیرتون نیومد همینطور الکی بخندید. آفتاب بگیرید. وقتی آفتاب با پوست بدن تماس پیدا میکنه، عملکرد مواد شیمیایی و هورمون‌هایی مانند سروتونین که موجب پایدار شدن خلق میشه، بهبود پیدا میکنه. کمی آفتاب بگیرید. حتی اگه شده یه قرار کاری در فضای باز انجام بدید یا ماشینتون رو کمی دورتر پارک کنید و کمی زیر آفتاب قدم بزنید. اگر در خونه هستید، پرده‌ها رو کنار بزنید، از نور روز استفاده کنید و کمی کنار پنجره بایستید. طناب بزنید. طناب زدن فقط برای بدنسازها یا کسایی که به خاطر بیماری قلبی باید ورزش کنن مناسب نیست. بررسی نشون داده که 20 دقیقه طناب زدن مقدار زیادی آندروفین در بدن آزاد میکنه. آندروفین هورمونیه که موجب به وجود آمدن سرخوشی میشه. به غیر از این، حرکت تکراری و مداوم طناب موجب راحتی عضلات، ریلکس شدن و تمرکز و آرامش اعصاب میشه. با دوستانتون تماس بگیرید. حمایت گرم یه بزرگتر یا صحبت کردن با یک دوست در شرایط بحرانی میتونه کمک زیادی برای رسیدن به آرامش بکنه. حمایت اجتماعی یکی از موثرترین روشهایی که برای کنار اومدن با شرایط استرس و ناراحتی شناخته شده. چند دقیقه صحبت کردن با پدر و مادر یا دوستی که حرفتون رو میفهمه از هر آرام بخشی سریعتر عمل میکنه. حتی اگه نمیتونید با آنها صحبت کنید، براشون پیغام بذارید و پیام بفرستید. ماساژ درمانی رو فراموش نکنید. گرچه ماساژ درمانی میتونه موجب آرامش شما بشه، اما این بار ماساژ دادن برای رسیدن به آرامش پیشنهاد شده.